سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به این ویدیو خیلی خوش اومدین. خب امروز میخوایم با هم لباس زیر بدوزیم، اما خیلی ساده و راحت و بدون الگو. من آموزش لباس زیر رو با الگو قبلا بهتون آموزش دادم، گذاشتم داخل کانال هست، لینکش رو این بالا میذارم. اما امروز با استفاده از یه لباس زیری که دارید میتونید با مشما ازش یه دونه الگو در بیارید و رو پارچه بندازید و بدوزیدش. خب من اینجا برای کشیدن الگو همونجوری که دارید میبینید از کیسه فریزر استفاده کردم، ولی شما از تلق هم میتونید استفاده کنید و بعد الگو رو روی کاغذ منتقل کنید. من برای اینکه خب باید مشخص باشه که خطهای شورتمون، به خاطر همین من از کیسه های فریزر استفاده کردم. حالا شورت رو داخلش قرار میدم. شما میتونید خب این رو یه کیسه فریزری باشه که بزرگتر یک مقدار باشه، یا دو تا دولا روی هم قرار بدید، یا اگه تلق دارید تلقتون بزرگ باشه. برای من الان داخل این کیسه فریزر رفتش. منظور این هستش که شما برای کشیدن الگو از همین کیسه ها میتونید استفاده کنید. خب ماژیک هم ماژیک هستش که وایت بورد نیست، که اگر دست بهش بخوره پاک نشه، و اینی که از ماژیک استفاده میکنیم برای کشیدن خطها. وقتی که لباسمون رو داخل کیسه گذاشتیم با سنجاق سوزن تهگرد، ما اینها رو فیکس میکنیم به هم دیگه که تکون نخوره. کامل با دستمون شورت رو پهن میکنیم که جاهایی که اگر که جمع شده باشه قشنگ باز باشه. هم قسمت جلو رو چک میکنیم و هم قسمت پشت رو که جایی جمع نشده باشه. الان برای من به این صورت در اومد. سوزن رو داخل لباس زیر و مشما میکنم که ثابت باشه موقع خط کشیدن. خب الان من میخوام یک الگوی یه سره ازش در بیارم. خب حالا من با دقت سوزنها رو میزنم که تکون نخوره کارم. حالا دور تا دوره الان من این سمت جلو رو میکشم و خطهایی رو که داره تو قسمت فاقش ما یه تیکه جداگانه داریم دیگه، دولا هست و دوتا خط داره که دوخته شده، اون رو هم ما اینجا علامت میزنیم. ببینید وقتی که ما الان شورت ما جوری هست، اگر بازش کنیم یک مقداری آزادی داشته که با وسیله اون کشی که دورش دوخته شده جمع شده. ما اون آزادی رو دوباره به کار برمیگردونیم، مثلا از هر طرف یک سانت و نیم اضافه ترش میکنیم. توی پهلوها هم اندازه نیم سانت میایم بیرون، بعد از روی خطها میریم. الان قسمت جلو رو من دارم میکشم به این شکل تا انتها میرم و این خط رو هم میکشم برای قسمت جوجک من هست. حالا کار رو برمیگردونم به سمت پشت کار و دوباره از روی این نوارهای سبز پررنگ هست، از روی همون رو من با ماژیک میکشم. به پشتم از هر طرف یک سانت و یک سانت و نیم دوباره آزادی بهش میدم. اینطوری. حالا دوباره برای قسمت پشت رو میکشم و برای سمت جوجک هم یه دونه خط داره برای سمت پشت رو هم ببینید اینجا میشه. این رو هم میکشم که خب این خیلی مهم هست. ما چون توی فاقمون یه دونه الگو از این تیکه کوچیک میخوایم که روی پارچه در میارم من و جداگانه میدوزم و این قسمت رو دولا میکنم تو قسمت فاق کارمون. حالا اصلا جوجک هم بهش میگن. حالا من پشت و جلو رو مشخص میکنم. این خطها رو هم از نظر اندازه مشخص پشت کدومه جلو کدومه، ولی شما اگر اولین بار هست خب این کار رو میکنید، حتما پشت و جلوتون رو مشخص کنید روی مشما. حالا سوزنها رو باز میکنم و کار رو بازش میکنم. مشما رو دیگه یه طرف بسته است، اون سمتش رو هم باز میکنم پلاستیکو و یه سر کامل پهن میکنم رو سطح کارم و دور تا دورش رو مثلا دیگه از روی خط دقیقا برش میزنیم. حالا مثلا میتونیم از قسمت بیرونی خط کامل، اگر خطی کشیدین این مقدار پهنا داره، از پهنای بیرونی خطتون کار رو برش بزنید که کار سایزش کوچیک نشه و اندازش دقیق باشه. خب الان من این پلاستیکم رو باز میکنم.
ببینید اینطوریه و حالا دور تا دور کار رو برش میزنم. قسمت پشت و دورو رو هم من اندازه زدم، علامت زدم، میدونم کجا هستش دیگه. ما از اندازه هم مشخص میشه قسمت جلوی ذره جمع‌تر و قسمت پشت کارمون خب یه مقدار پهنای بیشتری داره و بزرگتر هستش. پس دور تا دور کار رو من به همین صورت برش میزنم. خب دوستان عزیزم، تا اینجای آموزش که همراه هم هستید و خیلی خوشحالم از همراهیتون. لطفاً اگه اولین بار هست که ویدیو رو میبینید، یعنی کانال رو میبینید، سابسکرایب کنید کانالمون رو و ویدیو رو لایک بکنید که کلی آموزش های جذاب و کاربردی تو راه هست. خیلی دوستتون دارم و مرسی از همراهیتون. خب پس من الان دور تا دور کار رو و قسمت های کمر کار رو همه رو برش میزنم. شما برای خودتون از این الگویی که درست کرد و دارید یه دونه رو کاغذ الگو یا روی یه مقوا برش بزنید که دفعه بعد دیگه احتیاج به این کار نباشه. خب بچه‌ها شما میتونید از پارچه‌های تریکو و یه پارچه‌های لاکرا که مخصوص لباس زیر هست استفاده کنید. من از تیشرتی که دیگه نمیخواستم بپوشمش و تقریبا دیگه بلا استفاده بود، یعنی لک شده بود یک جاهاییش و دیگه یه خوردم اندازش تغییر کرده بود، دیگه گفتم این رو تبدیلش به شورت بکنیم. حالا من این لباسم رو از قسمتی که بیشتر کش میاد، چون قراره کش لباس زیرمون از قسمت عرض کش بیاد دیگه نه طول، پس جایی رو ما انتخاب میکنیم میندازیم که ببینید از این سمت بیشتر کش میاد و من الگو رو به همین سمت میندازم. الان من میام این تیشرت رو پشت و جلوش رو جدا میکنم. از این تیشرت اگر که همه جاش اوکی باشه، مشکل نداشته باشه، شما میتونید دو تا شورت در بیارید. و حالا من این الگو رو روی کار میندازم و با سوزن تهگرد کار رو فیکس میکنم، قشنگ میخوابونم کار رو که تکون نخوره. و حالا دیگه میریم سراغ بقیه کارها. حالا من این رو از این جهت انجامش بدم که ببینید بچرخونم و حالا سوزن رو میزنم به کل کارم که کارم تکون نخوره و سر نخوره. بچه ها من الان سوزن رو میزنم با خودکار حرارتی دور تا دور کارم رو میکشم، با خودکار حرارتی میکشم که بعدن حالا پاک بشه، ظاهرش قشنگ تر باشه با این کار. و از روی خودکاری که کشیدم علامت زدم، دور تا دور کارم رو برش میزنم. مشمارم روش بر میدارم و برشش میزنم به این صورت. خب همونطور گفتم شما از پارچه های تریکو هم که مخصوص لباس زیر هست میتونید استفاده کنید. خب قسمت بالا رو هم من کامل پهن کردم که جایی جمع نشه. ببینید با خودکار حرارتی دور تا دور کار رو من خط میکشم، مشما رو بر میدارم و برشش میزنم دور تا دور کارم و با فاصله نیم سانت. شما دور تا دور کار رو میتونید نیم سانت تا یک سانت بهش جادوخت هم بدید. من بهش نیم سانت فاصله دادم از اون خطی که کشیدم و دور تا دور کارم رو برش زدم. به همه کارم نیم سانت فضا دادم. خب از این کناره ها هم ما جوجک رو میتونیم در بیاریم. حالا الان بهتون میگم روی الگو چه کار بکنید. دور تا دور کار رو من برش بزنم. نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگید. اگر این سبک از آموزش ها رو دوست دارید، دوست دارید که با حالا یه بازیافتی بکنیم توی لباس هامون و از لباس هایی که استفاده نمی کنیم یه چیز جالب تر در بیاریم و قابل استفاده باشه، به هم بگید که این سبک آموزش رو من بازم بیشتر براتون بذارم. ببینید دور تا دور کار رو من برش زدم، کارم به این شکل در اومد. الان ظاهر شورت من به این صورت هست، اما من الان میخوام دور تا دور کارم رو بهش اوریب کش بدم. بهتون میگم قبل از اون جوجک رو ما باید بدوزیم و برای کارمون هم قرینه بشه از این قسمت میتونیم کار رو روی هم دیگه قرار بدیم، هر جا اضافه و کم بود اصلاحش بکنیم که کارمون کج و کله در نیاد، یه جایش زیاد نباشه یه جایش کم باشه. به این صورت میتونید الان مثلا برای من این مقدار الان اینجا یه اندازه مثلا یکی دو میل زیادتر هست که من این رو برش میزنم اینطوری.
خب حالا به این شکل در اومد دیگه. من میام قسمت جوجک رو از روی خود مشما، چون من روی کاغذ در آوردم برای خودم، روی جوجک رو برش میزنم و ما به این الان یه دونه نیاز داریم روی یه لایه پارچه و از همون قسمتی که الگو رو گذاشتیم و کش میومد، کش سانیش بیشتر بود، این رو هم میذاریم از همین تیکه هایی که داریم. من از کنار لباسم یه دونه رو جدا کردم و به این صورت یه دونه ما از این میخوایم. بالا و پایین رو من با 1 سانت زاپاس پریدم، کناره ها رو با 0.5 سانت دیگه، چون الگوی اصلی رو هم با 0.5 سانت من زاپاس براش گذاشته بودم. ولی بالا و پایین این جوجک چون قراره که به بدنه اصلی دوخت بشه، من 1 سانت براش جا گذاشتم، 0.7 تا 1 سانت، یعنی از 0.5 سانت بیشتر. خب این رو هم من برش میزنم و میدوزیم. یه مدل شورت هم با الگو من آموزش دادم که همونطور که اول ویدیو هم گفتم، بازم لینکش رو این بالا میذارم که اون رو هم حتما ببینید. از تورکش استفاده کردم برای دورش که شما میتونید از همون روش برای این شورت هم استفاده کنید. البته اون با الگو هست که خیلی هم تنخور خوبی داره و راحت هم هستش. حالا این دیگه بستگی به اون لباس زیری داره که خودتون توش راحتید همون استفاده کنید. حالا بچه‌ها ببینید این قسمت روی کار من هست، به پشت کارم، یعنی پشت شورت به سمت خودمه، این جوجکم قسمت رو رو به پشت میذارم و یه دوخت میرم. ببینید الان من این وقتی این رو میچرخونم باید اندازه همین قسمت باشه. ببینید این جوجک من الان اینجا باید دقیقا اندازه باشه، اینجا باید دوخته بشه. حالا چه کار میکنم؟ بذاری من یه دور دیگه بچرخونم قسمت پشت رو بیارم سمت خودم بهتون بگم. خب میتونید این خطها رو هم بندازید رو بدن اصلی کارتون، همون خطها رو که با خودکار حرارتی بندازید که جاش مشخص باشه براتون. حالا ببینید من این کار رو برعکس میکنم، یعنی روی تیکه همین جوجک به سمت پشت کارم این شکلی میارم، رو همون خط فیکسش میکنم و به اندازه همون 1 سانت میدوزمش، این رو به بدن اصلی میدوزم و این قراره که وقتی دوخته بشه برگرده. ببینید این رو ما قشنگ صافش میکنیم که کج نشه و این رو برمیگردونیم، اون سمت رو هم 1 سانت تو میدیم و این قسمت دوخته میشه به بدنه اصلی کارمون. بچه ها من با خیلی با جزئیات دارم توضیح میدم، چون کسایی هستن که از دوستان حتی اولین بار هست میخوام برای خودشون خیاطی بکنن که بتونن به راحتی برای خودشون این کار رو انجام بدن. خب بچه ها الان من اون قسمت رو میدوزم. برای دوخت پارچه‌های تریکو هم شما میتونید، من الان از نخ معمولی استفاده کردم ولی درجه کارم آوردم روی، همیشه روی 4 بود، آوردم روی 3 که راحت تر بدوزم و کارم باز نشه. ببینید خیلی دوخت خوبی هم دارم. اما شما اگر خواستید میتونید از سوزن شماره 9 برای پارچه های کشی استفاده کنید و همینطور اینکه شما میتونید از نخ ترویرا استفاده کنید به عنوان نخ زیر کارتون. نخ ترویرا هم برای نخهای سردوز استفاده میشه که حالت پلاستیکی داره و من حالا یک ترفند دیگه هم هست برای پارچه های کشی که اون رو هم بهتون یه ویدیو کوتاه میذارم. البته بازم ویدیو کوتاه در رابطه با دوخت پارچه های کشی توی کانال هست، اون رو ببینید. ببینید بچه‌ها من سمت دیگه جوجک رو به 1 سانت به سمت داخل برگردوندم و چرخش کردم. خیلی با احتیاط چرخ میکنم که کم و زیاد نشه. اینطوری. حالا کارمو که انجام دادم اضافه های نخم رو قیچی میکنم و همونطور گفتم برای دوخت دور تا دور این کار من از اوریبکش استفاده کردم که دوختش خیلی ساده است و با دوخت زیگزاگ این رو میدوزم به بدن اصلی کارم، به شورتم میدوزم و میتونید از تورکش هم استفاده کنید.
خب حالا من این رو لبه های کار رو میارم روی هم، چون قراره که این دوتا لبه ها داخل اوریب کش برن. حالا من وقتی که فیکس شد اون تیکه لبه هاش، من میام از اوریب کش استفاده میکنم. اوریب کش مثل نوار اوریبی که و وسطش یه خط نامحسوس داره که تا میشه و لبه های کارمون داخلش قرار میگیره و روی هم میذاریم و دوخت میکنیم با پایه زیگزاگ. خب اگرم که نه، میتونید از این تورکش ها استفاده کنید که سمت پنبه ایش باید به سمت بدن خودتون باشه که اذیتتون نکنه. من کامل تو همون ویدیو که بهتون گفتم توضیح دادم همه این مراحل رو. حالا من این تیکه ها رو اوریب کشم و اندازه میبرم و برش میزنم که وقتی اندازه میزنم این سمت کارم رو ازش دو سانت کمتر باشه که کیستانی داشته باشه، کار روی مقداری بکشم کمی جمع بشه. خب وقتی که اندازه زدم یه 2 سانت ازش کوتاه میکنم، برای سمت دیگه هم ازش میبرم. ببین من برای هم اون سمت میخوام داخل پام، هم این سمت، پس 2 تا از این میخوام و یه دونه برای قسمت کمر. کمر رو الان میتونم 2 تا در بیارم از همین اوریب کشا، ولی با این ترفندی که بهتون میگم کمر رو یه سره میتونید در بیاری که کارتونم تمیزتر میشه. خب حالا بریم من این قسمت رو بذارم لای اوریب کش کارو و حالت زیگزاگ بزنم دیگه. نختونم حواستون باشه که وقتی که میخواین زیگزاگ بزنید نزدیکترین نخ به اوریب کشتون باشه، کارتون تمیز باشه. خب الان من این سمت کار رو میذارم داخل اوریب کش، اوریب کش رو روی هم میارم و میبرم زیر پای چرخم و تنظیم کردم، روی 3 آوردم درجه رو و با زیگزاگ سر تا سر کارم رو زیگزاگ میزنم روی اوریب کش رو و یک مقداری هم کار رو میکشم، اندازه همون 2 سانت دیگه تنظیم کنید خودتون. هر جای دیدین پارچه اضافه هست، الان این یه مقداری اضافه هست از اون قسمت فوقمون، این رو من برش میزنم و دیگه به این صورت زیگزاگ میزنم کارمو. این شکلی خیلی هم کار تمیزی در میاد با زیگزاگ و استحکامش هم بیشتره. و چون کش هم هست، وقتی شما روی کش میخواید دوخت ساده برید این خورده ممکنه کج و معوج بشه، ولی وقتی که با زیگزاگ روشو میرید هم دوختتون استحکام بهتری داره هم راحت تر هست. خب من این سمت رو اوریب کش میزنم به همین صورت، سمت دیگر رو هم همین کار رو انجام میدم، یک مقدار هم کارم رو میکشم. خب این هم از انتهای کارم. دقیقا همین کاری که برای این سمت انجام دادم برای سمت دیگه هم من انجامش میدم. اینطوری. نخ‌های اضافه‌ام قیچی میکنم. این شکلی شد. خیلی هم تمیز و مرتب. حالا کار رو جمع کنم ببینید دقیقا قسمت داخل پا هستش. خب سمت دیگر رو هم من میزنم. مثل همین. همه مراحلش دقیقا مثل همین هست. خب برم سمت رو هم انجام بدم. خب من قبل از اینکه سمت دیگر رو انجام بدم میام یکی از پهلوها رو میدوزم به این شکل با نخ هم رنگ، حتما دقت کنید، و بعد کمر رو سر تا سری میدوزم و داخل پا رو هم بهش اوریب کش میدم. خوبی این کار این هستش که وقتی شما یه پهلو رو اول میدوزید این هست که شما کمر رو یه سر اوریب کش میدید و تیکه تیکه نمیشه، دوتا تیکه نمیشه، اینطوری خیلی کارتون تمیزتر در میاد. خب الان من یه پهلو رو میدوزم و اندازه کمرم دوباره اوریب کش برش میزنم
فقط 2 سانت و نیم کمتر، 2 سانت کمتر که یه مقداری کش بیاد. این هم از پهلوی کارمون، هم از داخل پامون. حالا برم سراغ دوخت کمر. خب پس من الان کمر رو میدوزم، داخل پا رو میدوزم و در نهایت میام پهلوها رو میدوزم. پس حواستون باشه که برای پهلوها از نخ همرنگ، برای دوخت اوریب کش هم از نخ همرنگش استفاده کنید برای زیگزاگ روش. خب من کمر رو الان دوختم. اینطوری میتونید اول داخل پا رو بدوزید بعد پهلو رو، هیچ فرق نمی کنه. من اول داخل پا رو میدوزم و بعد پهلو رو میدوزم. دیگه کم کم داریم به انتهای کار میرسیم. مرسی که همراه هم هستید دوستان و با نگاه قشنگتون از آموزش ها حمایت میکنید. کل آموزش کاربردی و جذاب داخل کانال هست، حتما اونها رو هم ببینید. دوستان عزیزی هم که اولین بار هست کانال رو میبینن و دارن از آموزش ها استفاده میکنن، لطفا سابسکرایب کنن کانال رو و یه انگیزه بدیم بهمون که برای آموزش های جذابتر و بهتر براتون آماده کنیم. خب من پهلو رو دوختم، نخهای اضافه رو میگیریم. یک مقدار اینجا من آرایش میکنم درزمو. اگر شما درزتون اندازه است نمیخواد دست بهش بزنید. اگر دیدید که مثلا از روی همون زاپاس یه مقدار حالا این ور اون ور شده، آرایشش بکنید. اگر از سر جای خودشه هیچ ایرادی نداره. خب دست بهش نزنید. حالا این هم از لباس زیر ما به همین راحتی و آسونی و با لباس دور ریختنی و حالا دیگه ازش استفاده نمی کنید. حالا من که خودم ازش استفاده نمی کردم دیگه. میتونید یه ایده جدید بدید، یه کار جدید درست بکنید. به این صورت هم به محیط زیست کمک میکنیم، همینه که خب یه وسیله کاربردی برای خودمون درست میکنه. این هم از انتهای کار، این قسمت جلوی کارمون. کیسانیش هم که دیدید، این هم از قسمت پشت کار. امیدوارم دوستش داشته باشید. این هم از تورکشمون. همونطور که گفتم از این تورکش هم میتونید استفاده کنید بر دور کارتون. خیلی دوستتون دارم، قدردان نگاهتون هستم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.